ماهورام دختر خوبی ها. مگه من گفتم خوب نیست؟ به جون داداش خوبه. گیر دادی داداش. ما اصلا به هم نمیخوریم با این حال و روز من. میچته چم نیست. تو ماهوره رو نگاه کن، با این شور و نشاط و تراوت و انرژی. بعد منو ببین با این حال و روز خراب. روحش شاد، خدا بیامرزه پریسا. اما اولندش که شما هم خیلی برازنده ای، هم خیلی خوشتیپ. و دومه علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد که اومده. خدا رو شکر، خدا رو سرزا مرتبه شکر. من و مریم هم ما بقیه کار رو انجام میدیم دیگه. حالا مسئله این حرفا نیست. تو شرایط فعلی نمیتونم به چیزی جز عمل بابا فکر کنم. اتفاقا در این مورد به خصوص پدر خیلی اصرار دارن. این اگه به خودش بود که میگفت همین امشب که نه، ولی فردا شب بریم خواستگاری و قال قضیه رو بکنیم. علی رضا آقا اخوی خودم شنیدم که امروز داشت به ماما میگفت بعد این قضیه رو پاسوریس کن. ولی اما گفتم بود ماهورا خیلی دختر خوبی. بفرمایید. اینم چای تازه دم لبسوز دیشت اسلامه. دم شما، دست شما درد نکنه. آقا غذا خیلی خوشمزه. نوشه جان، دستتون درد نکنه. از مادر تشکر کنیم. ظرف‌هارم شستم گذاشتم اونجا. دست شما درد نکنه. خوش به حال دوست مادرتون که همچین دست پختی داره. آقا تماس جونم، چجوری میری؟ میرم دیگه، میرم کنار جاده و میرم با اجازتون دیگه. نه نمیخواد، بیا برو وسایلتو جمع کن، حالا من یا داداش میبری میرسونیم. نه زحمتتون میشه. نه آقا چه زحمتی دیگه، یکیمون میمونه یکی میرسونتت دیگه. آره شما برو وسایلتو جمع کن بیا. بودو زحمتتون میشه آقا. شما رحمتی. سلام. بشی. از کجا میدونستین اینجا؟ من نمیدونستم تو اینجایی. من اینجوری اومدم. فکر میکنم تو هم مثل من اینجا راحت تری. جابت میاد. یه روزی باید همونجا پشت این میز بشینی. بابا چیزی که ازم خواستین اینه که از عصر جدا شم. البته میدونم کار سختیه. باشه دنبال من بیا. برای اینجا خیلی زحمت کشیدم. از جون مایه گذاشتم. دونه دونه موام توی این کارخونه سفید شد. به قول معروف تا گوساله گاو بشه دل صاحبش آب بشه. بله. بی خودی بله نگو. میدونم برات مهم نیست. ولی برای من خیلی مهمه. چون اینجا رو با دستای خودم بالا بردم. پا به پای کارگرا کار کردم، زحمت کشیدم، عرق ریختم. اون وقت آقا محسن از راه نرسیده میگه اینجا مال فر بوده. چی رو مال فر بوده؟ اصلا فرباد میدونه اینجا چجوری ساخته شده؟ اصلا میدونه اسمی سنگ کیه؟ نه. خب باید رو دروش وایساد، باید آدم حقشو بگیره، باید بجنگه. من که نمیتونم فقط تنهایی خودم بجنگم، تو هم باید بلند شی، تو هم باید بجنگی. آره بهتون یاد ندادم چون ناز پرورده این، هر چی خواستین دم دستتون بوده، همه چی مهیا بوده. ولی اینجوری نیست، هر کی را برسه حرف خودشو بزنه، تو هم باید حرف خودتو بزن. فردا دعوتش میکنیم اینجا، رو در رو صحبتاتو بکن، بهش بگو حق من اینه، از حقت دفاع کن دیگه. به قول معروف میگن یا زنگی زن یا رومی روم، یه تصمیم با خودت. آخرین اثر هنری مریم خواهر ماهورا. نام اثر پرنده. یه چیزی میگم بین خودمون باشه، علیرضا این تابلو رو خیلی دوست داره. قشنگ شده؟ عالی شده آبجی، واقعا؟ معلومه که بی نظیره. قربونت بشم. خدا نکن. میگم راستی علیرضا با امیر صحبت کرده، قضیه خواستگاری رو هم بهش گفته. وای نداره دیگه. من خودم هم با منیر خانم صحبت کردم، همین روزا میان خواستگاری. واقعا راست میگی؟ آره دیگه. بیا حلال زاده صاحب خونه بفرمایید. به به سلام. خوبید؟ قربون شما، خوش آمدین. بهونه میخواید؟ قربون قدمتون. سلام. ای وای این نقاشی چقدر خوشگله. واقعا؟ آره چه حس خوبی داره. ممنون. میگم پس ایشالله طرح رو جلد کتاب بعدیتون با من. حتما، چرا که نه. مدیر خانم جون دلم، بفرمایید خدمتتون. عزیزم امضا لطفا. اینا قرار بود از هفته دیگه پخشش شروع بشه. با خانم نیلی صحبت کردم که غافلگیرتون کنیم. عزیزم حالا چی بنویسم براتون؟ برای ماهورا عروس گلم. آره حتما. تقدیم به عروس گلم ماهورا جان. بفرمایید. چقدرم زیاد گرفتید. خیلی ممنون. میدم بهتون ببرید. عزیز دلم خیلی خوشحالم کردید. ممنون. کجایی شما ها؟ ها؟ کجایی؟ چرا جواب تلفنتون رو نمیدی؟ تو هیچ کدوم تلفن نداری. یعنی چی؟ میلاد کجاست؟ یکی از طلبکاراش پیداش کرد. یعنی طلبکارش که نه، یه شهرخند. تا الان هم دنبال جور کردن پول بودم که امروز پول ببرم براش. وایسا ببینم. یعنی چی که میلاد پیش اونه؟ یعنی گرفتنش تا پول ببرم بلش کنم. چطوری میلادو پیدا کرد؟ منو تعقیب کرده. فکر کنم از در خونه، بعدش منو برد یه جایی که هنوز نمیدونم کجاست. زنگ زد میلاد، اونم اومد اونجا. مگه کسی آدرس اینجا رو داشت؟ نه، هیچکی. چه شکلی بود؟ یه جوون 32 ساله با قد متوسط. صورت گرد؟ آره. کجا بردتون؟ آدرس رو بلدی؟ نمیدونم. اگه بهت گفته پول سر کارت گذاشته، اون دنبال پول نیست. پس چی؟ جریان چیه؟ الو. سلام. سلام. چند بار زنگ زدم جواب ندادی؟ نشنیدم. دیشب نیومدی خونه؟ داشتم تو خیابون رانندگی می‌کردم. ببین نازاد، من قبول دارم یه خورده تند رفتم. زنگ زدم که ازت معذرت خواهی کنم. باش، مراقبت کن از خودت. خداحافظ. ببین الان وقت ندارم، باید تماس بگیرم. شنیدم اتصاب غذا کردی؟ چرا؟ میدونی حکم گروگانگیری چیه؟ گروگانگیری چیه؟ بابا ولمون کن، حوصله داری یا؟ توی چند تا چک دست آقا سعید داری؟ آقا سعید هم حکم جلب تو داره. مقصر توی خره. عجب. اون وقت قرار تو کی بمونه؟ وقتی که سر عقل بیاد. اگه آخر شیطون بیای پایین ها، همین امشب فلنگو میبندی و میریم اون برم مرز. بده؟ اگه میخواستم برم که الان بر نمیداشتم. یه چند وقتی گم و گور بشی بهتره. حرف منو گوش کن، من که بده تو رو نمیخوام. پویا، اگه سعید ازت بخواد که بلای سرم بیاری، واقعا این کارو میکنی؟ چی بگم؟ بی بشین اینجا کارت دار. آروم. آخ باور کن تو این داستان من اصلا دلم نمیخواد از دماغ کسی خون ریخته بشه. معلومه. چای میخوری؟ شجور سلام آقای پویا، میخواستم باهاتون کمی صحبت کنم، کارتون داشتم که متاسفانه جواب ندادید. گلدوناشون شکسته یا خرابه، همه رو عوض کن. گلدون که داریم، چشم. اینا رو یه جای اونجا درست کن، همه رو ببر بچین اونجا. 2-3 هزار تا گلدونه دیگه، طبق لیست بچین اونجا که از اصفهان اومدن مستقیم برن اونجا بار بزنن و ببرن دیگه، تو گلخونه نرن. چشم. حتی ببخشید، حرف ما جسارته. تکلیف اون گلدونایی که تای گلخونه است چی میشه؟ پروتونا رو میگی، اونا هم تقریبا نزدیک 100 تا میشه، اونا رو هم بذار کنار اینا. دست درد نکنه ماشاءالله. چش. سلام آقا محسن. خیلی واضح خانم. خیلی ممنون. مزاحمتون که نیستم. نه خیر بفرمایید، بفرمایید آخر. اگه اجازه بدین همینجا خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. راستش می‌خواستم برم پیش پلیس، اما گفتم اگه اول به شما بگم شاید خیلی بهتر باشه. خوب کار کردین. باید حتما پلیس هم در جریان بذاریم. من فکر نمی‌کردم به این زودی وارد عمل میشم. عجب. ولی خب آخه از یه طرفی هم پویا پدرامو تهدید کرده که اگه ما بریم پیش پلیس ممکنه عواقب خیلی بدی داشته باشه. خب شاید طلبکارای دیگه‌ای هم داشته باشه. من همه طلبکارای میلادو میشناسم. شاید یه مقدار نانجیب باشن، اما دیگه نه اینقدر. بعدش هم میلاد اصلا طلبکاری نداشت که اینجوری دنبال پولش باشه. با توجه به مشخصاتی هم که پدرام میده کار خود پویاست. آقا محسن من خیلی میترسم یه بلایی سر میلاد بیارم. شما هنوز پدر منو نشناختی. شما نگران نباشید. اجازه بدین من یه مشورتی با این دوست وکیلم بکنم بگم چیکار کنی. خیلی ممنون میشم اگه این کارو بکنم. سلام آقا. اوی سلام. سلام. چی شده؟ هیچی. گفتم اگه بشه هم دیگه رو ببینیم امشب. گفتی چی؟ فرض کنین یه تشکر. به چه مناسبتی؟ برای کمک و محبتی که به خاطر ترخیص کالاها کردی و اینکه به هم گفتین مواظب باشم. میخوام دقیقا به هم بگین بعد مواظب چی باشم. ای بابا بی خیال، مهم نیست. پس من تو همون کافه قبلی منتظرم. باشه ممنون. میبینمت. خدا نگهدار. مامان. جانم مامان اینجا. سلام. سلام مادر جون. خوبی؟ خسته نباشی. بشین الان برای چای دم میکنم. چای نمیخورم مامان، کار دارم. بعد برم. یه دقیقه بشین، من کارت دارم مامان جان. چی شد؟ بعدن میری دیگه. چیزی نشده. میخواستم یکم باهات حرف بزنم. جانم. جونت بی بلا مادر. یه چیزایی شنیدم که دلم میخواد از زبان خودت هم بشنوم. شنیدم که میخوای از اسرا جدا شی. ها؟ چقدر رفتی و اومدی تا حاج محسن رو راضی کنی. مادر جان یه کاری نکن که بعداً باعث پشیمونی بشه. مثل اسرا یه همچین دختری گیرت نمیادا. یه روز که به سن و سال من رسیدی اون موقع پشیمون میشی که دیگه پشیمونی هیچ فایده ای نداره. نه مامان بس. اجازه بده مادر. بذار حرف من تموم بشه. زندگی منو ببین. توی همچین خونه درندشتی دارم زندگی میکنم. اما یه روز خوش ندیدم. اصلا هم نمیخوام زندگیمون با زندگی تو مقایسه کنم. ما نه مادر. ولی میگم اگه چیزی رو میخوای با چنگ و دندون به دستش بیار. بچسب به زندگیت. بعدم پشیمون نشی مادرم. عبد جانم آقا. ببین من یکی دو ساعت میرم بیرون کار دارم. برمیگردم. آقا سعیدم حالا نمیاد. اما اگه یه وقت سر زده اومد بهش بگو من همین الان رفتم. چشم. مواظب اونجا هم باشی. روشش برای باشی. خوابتون نبره. چه کردی با دل من؟ قصه سنگ و سبو بود. الو الو آزاد، معلوم است کجایی بابا جون؟ بالاخره تصمیم تو گرفتی یا نه؟ خیلی خوب، پس حرکت کن بیا دیگه. منم الان زنگ میزنم امیر بیاد اینجا، حرفتو بزن تموم بشه بره. آره فردا یا پس فردا قرار میذاری میریم همون شرکت رو که بهت گفتم به نامت میکنم تمام بشه. میشه مثل سابق، خیالت راحت. بیا بابا جون منتظرم. خداحافظ. میلاد کجاست؟ من نمیدونم، چرا هر کی تو این دنیا سوال داره سوال نرو. میلاد کجاست؟ من چه میدونم میلاد کجاست؟ پدرام همه چی رو برای من تعریف. پدرام خاله کیه؟ پویا. من همه چی رو میدونم. میدونم خودت جای شهر خرجا زدی. به من بگو میلاد کجاست؟ من منظورت رو نمیفهمم. حالا how can I help you؟ آقا پویا، زندگی من داره نابود میشه. من ازت خواهش میکنم نزار بچه‌م یتیم شه. به من بگو میلاد کجاست؟ آدم را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد هیزم است. به نظر من از بابات بپرس. سلام مامان جون، خیلی خوش اومدی. سلام مامان. بهت بگردم یه نفسی افتادی. خوبی مامان؟ بدونتون برم. قربونت برم. یه بابا برام بیار. چشم. بابا چطوره؟ خوبه مامان، سلام رسوند. بفرمایید، الان آب بیارم مامان. آزاد خونه نیست؟ نه، بیرونه. رفته دنبال کار؟ ببینم تو رو. تو چرا این شکلی شدی مامان؟ چه شکلی شدم؟ مریض، زار، زیر چشات چرا و گود شده؟ به خاطر لپتاپه. یه 200 پای کار بودم به خاطر اونه. آها. امانت دست هرچی لپتاپه. ببین مامان، اگه نمیخوای به من بگی چی شده باش، منم اصرار نمی کنم، هر جور خودت راحتی، ولی فراموش نکن من مامانتم. الهی قربونتون برم. من بهم بگو چی شده، بحثتون شده؟ سر چی؟ نمیدونم والا، فکر میکنم هرچی هست مرتبط به باباشه. خب کامل برام توضیح بده ببینم چی شده. چشم، شما اول میوه‌تون رو بخوری. شما اول توضیح بده بعد من میوه میخورم. آقا ما این سنگا رو خب دیروز آدرس قیون بوالی خب 3200 متر مربع خب فرستادیم و این دو تا سفارش هم که مونده ان شاءالله اینا حتما فردا اینا زود سفارششون انجام بده. دائم دارن زنگ میزنن. حتما اینا تا ان شاءالله 10 صبح حتما اینو میفرست. تو رو به کارت برس معلم. چشم. باز چی شده؟ شما میدونی میلاد کجاست مگه نه؟ من چرا باید بدونم میلاد کجاست؟ این چه حرفیه تو میزنی؟ پدرام داداش میلاد همه چی رو گفت. یه نفر خودشو جای طلبکار جا زده. مشخصاتم مشخصات پویاست بابا. شما هم باور کردی؟ چه اخلاقی تو داری آخه؟ بابا من برای دعوا نیومدم، اومدم ازت خواهش کنم دست از این لجبازی بردار. نه به خاطر من، به خاطر 90 آوا. آره درسته ما روزای خیلی بدی داشتیم، اما بابا روزای قشنگم داشتیم. یادته وقتی نمیتونستم برای هیچ کسی درد دل کنم میومدم و با خودت حرف میزدم؟ بله گذشت دیگه. نه تو اون آذر سابق هستی نه من اون آدم سابق. الانم که اینجوری صدا تو آوردی پایین فکر میکنی که من میدونم میلاد کجاست، فکر میکنی میتونم جاشو نشونت بدم. اینجوری ها نیست. میدونی مشکل شما چیه؟ مشکل شما اینه که فکر میکنی تمام آدمای دنیا باهات دشمنن. انگار شما یه طرف، آدمای دنیا یه طرف دیگه. شما جز اینجا، جز این کارخونه هیچ کس و هیچ چیزو دوست نداری بابا. خیلی چه حرفیه تو میزنی؟ همتون همینو میگینا. بابا من اصلا احتیاج به دلسوزی شماها ندارم. تموم شد و رفت. برید پی کارتون. من اومده بودم باید اتمام حجت کنم. مجبورم بیرم پیش پلیس. مجبورم کردی بابا. تو کدوم گوری هستی؟ کار بدی نمی‌کنم. اومدم جای کار داشتم. تو بیخود کردی. مگه نگفتم من اینجا بمون؟ میام توضیح میدم آقا جون. توضیح تو به چه درد من میخوره؟ در واقع اومدم دنبال یکی واسه هماهنگی امشب. هماهنگی چی؟ برای بردن میلاد اونورا دیگه. کی میرسی؟ یکی دو ساعت دیگه خدمت میرسم. Paşa. Yaş. انگار خیلی هم بهت بد نمیگذره تنه لش. تو حالا تو زندگی من انقدر نخوابیده بودم. بس بگی بخواب. از امروز فرصت داری هم خوب بخوری هم خوب بخوابی. امشب یه چمیدون میگیری دست تو با پویا از اینجا میری. قبول میکنی یا اینکه میخوای قهرمان بازی در بیاری؟ خودتو خسته نکن. من از خواب بیدار کردی که این حرفا رو بزنی. ما قبلا حرفامون رو زدیم. خب حرف آخرت اینه ها؟ یا میری یا میمیری. راه سومی نیست. خوب فکراتو بکن. فرصت زیادی نداری. هر کاری دوست داشتی بکن. دیگه برام مهم نیست. روز بخیر، بارم. روز بخیر. خواهش میکنم. بفرمایید. ممنون برای گل قشنگتون. چه خبر؟ دیر که نکردم. یه کمی. قبول دارم. فاصله و انتظار تجربه بیهوده‌ایه. قبول دارین؟ سلام جناب کامیابی. شما تشریف نیاوردی؟ بله. باشه پس من منتظرم. سلام. همین ساختمونه. بفهم. کدوم واحده؟ 13. بفرمایید. کامیابی هستم از اداره آگاهی. یه لحظه تشریف میارید دم در؟ سلام. راجون پویا صرافان اینجا زندگی میکنه؟ بله. الان خونه است؟ پیش پای شما رفتم بیرون. اگه اینجا نباشه کجا باید بریم دنبالش؟ احتمالاً کارخونه. پدرجان راست میگی دیاره؟ دروغم چی آقا؟ مطمئنی تو ساختمون نیست؟ بله خودم دیدم رفت. خیلی خوب. برو پدرجان. برو به کارت برس. بریم بیرون تا بهتون بگم چیکار باید کرد. به نظرم کسی که جرأت دست زدن به خار رو نداره، خار گل رو عرض میکنم، هیچ وقت نباید آرزوی گل سرخ داشته باشه. منظورتون رو متوجه نمیشم. عرض میکنم میگن به کسایی که دوستشون دارید احساستون رو بیان کنید. چه بسیارن قلب‌هایی که به خاطر حرفایی که گفته نشده شکسته شدن. متاسفانه بازم متوجه نمیشم. میشه یکم واضح‌تر بگی؟ پس اجازه بدید برای اینکه بهتر متوجه بشین من یکی از دلنوشته‌های خودم رو براتون بگم. بفرمایید. خوشحال میشه. بگم. بفرمایید. سالها بعد قهرمان قصه کسی نیست که یه شهر رو از دست هیوله‌های غول پیکر نجات بده، یا کسی نیست که یه تنه حریف یه ارتش باشه، یا سه نقطه. اینا دیگه قدیمی شده. سالها بعد قهرمان کسیه که توی این روزگار میون آدما عاشق بشه و تشکیل خانواده بده. شما دارین به من پیشنهاد ازدواج میدی؟ در واقع همینطور. بذارید حد بزنم که الان توی سرتون چی میگذره، یا دارین به چی فکر میکنین. حتما الان شما دارین به این فکر میکنید که ما با هم خیلی فرق داریم، خانواده‌مون به هم نمیخوره، شما اون بالا بالاها زندگی میکنید و نهایتاً ما طبقه همکف. اما میدونید از نظر من شما آدم جسوری هستید، ولی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم در این حد جسارت داشته باشین که بخوایم به من پیشنهاد ازدواج بدیم. غافلگیر شدی؟ نه، حس میکردم. یعنی از زمانی که میومدین کارخونه احساس میکردم که یکم اجازه بدین حرفم تموم بشه. شما ازدواج کردین؟ هرگز. اما من یک بار ازدواج کردم. بله میدونم. میدونستین؟ همسر سابق من آدم بسیار موفقی بود توی کار، منظورم، از یه خانواده سرشناس. اما خب بعد از یه مدتی با هم به مشکل خوردیم و من الان حدود 3 ساله که جدا شدم. بذارین حرفم تموم بشه. میخوام فکرم رو بهتون بگم. من فکر میکنم شما انسان خیلی خوبی هستین و خیلی بلند پرواز. دوست دارین پیشرفت کنید و به رویاهاتون برسید. برای همینم چند سال با آقای مفخم کار میکردین و فکر میکنم الان برای اینکه از زیر سایه مفخم در بیاین میخواین به یه آدم دیگه تکیه کنین. شما اینطوری فکر میکنین؟ در واقع قصد جسارت ندارم، فقط حسم و فکرم رو بهتون گفتم، همین. اما من اجازه است بانو؟ بفرمایید. ببخشید. بله. الو آقا پویا سلام. پلیس‌ها اومده بودن دنبالت. کی؟ همون چند دقیقه پیش. چی گفتی؟ گفتم نیستی. دردسر نشه برای من. اتفاقی نمیفته. به کارت برس. خداحافظ. ببخشید. خواهش میکنم. میگن برای کشف اقیانوس‌های تازه باید جرأت ترک ساحل داشت. این دنیا دنیای تغییره، نه تقدیر. شما باید شاعر می‌شدی. اگه شما رو داشته باشم. پسر یه قهوه بردار بیار. شما چی میل دارین؟ منم یه قهوه. امیر داره میاد اینجا. ولی آقا محسن گفته من نمیتونم بیام. خب لابد یه نقشه ای تو کلشه دیگه. فرقی هم نمیکنه. نیاد. تو بشین با امیر صحبتاتو بکن. بگو گرفتاریام اینه، مشکلاتم اینه، میخوام از اسرا سلام. از بابا کو گفتن خیلی تمایلی ندارم بیان اینجا، اگر کاری چیزی هست به من بگی. تمایلی ندارم. خب حتما یه جلسه مهم بوده که دعوتشون کردیم بیان اینجا دیگه. چی شد؟ پیش چیز خاصی نیست. آزاد میخواست یه صحبتی با آقا محسن بکنه که ایشون افتخار ندادن تشریف بیارن. به قول شما تمایل نداشتن. حالا عیبی هم نداره. آزاد حرفا رو به شما میزنه، شما برو به بقیه بکن. بفرمایید من در خدمتم. راستش دیشب آزاد اومد پیش شما، یه خورده صحبت کردیم با هم دیگه. درد دل کرد. اصلا این پدر پسریا دیگه. بعدم گفتیم که شما هم در جریان باشید. بگو بابا. چطوری بگم؟ چجوری نداری بابا جون من. دیگه تا کی می‌خوای لاپوشانی کنی؟ بگو. راستش همین جون. من نمیدونم چجوری بگم. حقیقتش تا قبل از این من فکر میکردم، یعنی من فکر میکردم من و اسرا با هم خوشبخت میشیم. ولی اما چی؟ آقا چرا اینقدر مهدومهن میکنی؟ حرفتو بزن دیگه. نمیدونم چجوری بگم. یعنی حقیقتش میدونی